سلام و درود خدمت تمام عزیزان و سروران و گرامی تو این ویدیو اومدم سنگ هایی که رنگ بنفش دارند و از لحاظ رنگ خیلی به هم شبیه هم و ظاهر و برششون که صدفی هستش توضیح بدم و تنها راه تشخیص این نمونه سنگ ها فقط میتونین با دستگاه تستر سنگ بفهمیم دیگه از لحاظ اینکه بخوای به چشم یا با اینکه لمس کنی یا دست بگیری نمیشه تشخیص داد فقط میشه با دستگاه تشخیص داد حالا سنگ هایی که رنگ بنفش هستن تعدادشون زیاده ولی چند تایی که حالا خیلی معروفن و از لحاظ قیمت کاربردشون هم تو زیورآلات بیشتره یه چند آوردن اینا رو دستبندی کردم یعنی اگه اینا رو الان بهتون نشون بدم هیچ فرقی با هم ندارن ولی از لحاظ رنگ و اینا با هم هیچ فرقی نداره ولی از لحاظ سختی خیلی با هم متفاوتن مثلا گارنت لل اسپینل گارنت پیروب، آمیتیز، روز کوارتز یا همون کوارتز صورتی اینا خیلی به هم شبیهن و نمیشه از روی رنگ و از روی ظاهر و از این چیزا تشخیص بدیم مثلا این یکی الان نورش نور بزنم میبینی که بنفشه حالا این یکی هم دوباره نور بزنم دوباره رنگش بنفشه هر هر چهار تا دسته رنگشون بنفشه نفشه اینم رنگش دقت کنی یه به نفشه خوشگلی هم هست شبیه به یاقوت کبود رنگای تیره سنگ های یاقوت جز دسته یاقوت کبود حساب میشه خب حالا یکی یکی براتون تست میگم دستگاه از قبل روشن کردم و اینکه رو چهار تنظیم میکنیم مثل همیشه برای تست رو عدد چهار بعد از اینکه روشن کردی ده پونزه ثانیه صبر میکنی تا این LED دوم هم روشن بشه این LED برای خاندن سنگ تا موقعی که این روشن نشده نمیشه تست بگیری بگیری هم خطا میزنه خب اولی رو بر میدارم و اینکه براتون تست میگیرم هفت سختی این یکی این دوتایی که اینجاست قبلا هم خودم گرفتم هفته حالا اینایی که شبیه به قطره آب یا عشق که به عنوان گوشواره استفاده شده اینو میبینی شیش میزنه در صورتی که از لحاظ ظاهر و رنگ و اینا به هم شبیه هم. این هفت میزنه این شیش این یکی میبینی؟ یاقوت هیچ تفاوتی با هم ندارن ولی این یکی نه میزنه یاقوت حالا این یکی براتون تست بگیرم اینم بین شیش و نیم هفت وقتی اینجوری بشه ثابت نمونه یه عدد ثابتی نمونه و هی تغییر کنه یه سنگ دیگه است خب اینا رو دیدین که از لحاظ رنگ همشون بنفشن ولی از لحاظ سختی با هم تفاوت دارن این یکی شیش و نیم هفت این یکی هشت این یکی ببخشید یاقوت بود نو شیش هفت یعنی اگه بخوام به ردیف بذارم اینا میشه شیش که شبیه گوشواره هم هستن شبیه قطره آب درستشون کردن شیش هفت نو شیش و نیم هفت حالا اینی که نوه یاقوته اینی که هفت میزنه گارنت اینی که شیش و نیم، شیش و نیم هفت میزن اینی که شیش و نیم هفت میزنه میشه جز دسته توپاز توپاز هم جز همین و اینی که هفت میزنه ثابت میمونه جز گارنت حساب میشه یا اسپینل گارنت و اسپینل از لحاظ رنگ و از لحاظ سختی نزدیک به همن فقط تفاوت اینا خیلی کمه و اینکه بخوای تشخیصش بدی دیگه باید دستگاه پیشرفته و اینکه بخوای تو حالا جایی که از سنگا رو برا کارهای زینتی استفاده میکنن و از دستگاه پیشرفته استفاده میکنن اونا میتونن فقط تشخیص بدن با این دستگاه چون آماتوره در حد اینه که بتونی بین سنگ ها تشخیص بدی که حالا سنگت تو چه رنج سختی است و تو کدوم دسته قرار میگیره اونایی که ثابته میتونی بفهمید دیگه مثلا اینکه نه دیگه جز نه جز یاکود هیچی نه نداریم یا جز گارنت که هفته دیگه هیچی نداریم اسپینل مثلا هشت همون اسپینل دید. تو دسته هشت رنگ بنفش فقط اسپینل داریم رنگ بنفش تو دسته نه فقط یاکود داریم به خاطر اینی که اونایی که تک رنگ هن و سختیشون هم یکیه میشه بفهمید ولی اون دسته ای که مثلا چند تا تو اون رنج هست نمیشه تشخیص بدی حالا اینه که شیش و نیم میزنه نمیتونی بگی که حالا گارنت یا توپاز این یکی رو نمیشه بفهمی به خاطر اینکه جفتشون توی یه رنج هم. فقط از لحاظ رنگ و کیفیت اینکه برششون صدفیه حالا یا شکستشون شیشه ای از روون میشه که اون هم تو جایی که برش میزنن با برش میتونن بفهمن پس اینم اینکه امشب هم خواستیم رنگ سنگا که خیلی به هم شبیهن و از لحاظ کیفیت و از لحاظ سختی گفتم بهتون بگم که هر سنگی بنفشی که دیدین یاقوت نیست یا هر سنگ بنفشی که دیدین اسپینل نیست یا توپاز یا گارنت یا هر چیزی حالا روز کوارتز یا همون کوارتس صورتی نیست تمام اینایی که اینجا هستن از لحاظ رنگ به هم شبیه هن. ولی از لحاظ سختی و از لحاظ کیفیت با هم تفاوت دارن یعنی اینا رو بخوای ببینی از نزدیک به هم خیلی شبیه هن. و به این راحتی نمیتونی تفاوتشو از هم از روی رنگ از هم تشخیص بدی فقط میتونی با دستگاه تشخیص خب تا ویدیو بعدی و سلامی دوباره بدرود